خب توی ادامه مبحث پنل موشنمون میرسیم به قسمت کراپ و دیستورت من این کلیپ رو انتخاب میکنم دابل کلیک میکنم موشن همونطور که شما از اسم این عنوان ممکن تشخیص داده باشید کراپ تصویر شما رو میبره از چپ از راست از بالا و پایین و همونطور که ممکنه شما بگید خب الان تصویر خیلی تیز شد و زیاد اینطوری قشنگ نیست یه عنوان هم شما اینجا داریم به عنوان به اسم اچ فدر که نرمی لبه شماست این کار رو همونطور که ما توی قسمت قبل هم دیدیم میتونید با یک ابزار که اینجاست به اسم crop tool میتونید انجام بدید در واقع شما crop tool رو بعد انتخاب بکنید بیاید روی تصویرتون و حتما هم باید اینجا ایمیج به علاوه وایر فریم انتخاب شده باشه و وقتی شما این ابزار رو به لبه ها بیارید میتونید این لبه رو با کلیک کردن و درگ کردن حذف بکنید دستور بعدی که ما توی این پنجره میبینیم دیستورت یا در واقع دفورمه کردن تصویره شما اگر هر کدوم از این قسمت مثلا منفی 360 است اگه بزنید منفی 300 میبینید که این قسمت بالا دیستورت میشه و دفرمه میشه ابزارش هم توی اینجا بغل کراپ هست اگر شما این ابزار انتخاب بکنید به گوشه تصویرتون برید و به گوشه قاب و کلیک بکنید و درگ بکنید همطور که میبینید تصویرتون دفورمه میشه و دیستورت میشه اما یه عنوان شما اینجا دارید که در واقع همون aspect ratio یعنی نسبت طول به عرض ما وقتی که اسکیل رو اینجا با شیفت جابجا می کردیم در واقع این نسبت رو داشتیم تغییر میدادیم به طور مثال من اگه این رو الان به سمت عدد منفی ببرم نسبت عرض به طول بیشتر میشه یا به العکس. نسبت طول به عرض بیشتر میشه اما برای اینکه با این اعداد و ارقام درگیر نباشید شاید بهترین راه این باشه که شما روی این گوشه البته با ابزار انتخابتون کلیک بکنید و شیفت رو نگه دارید وقتی که میخواید نسبت رو تغییر بدید عنوان بعدی اپاسیتیه اپاسیتی با ارتون کاملا آشناست اگر با فوتوشاپ یا برنامه های شبیه اون کار کرده باشید حتما با عنوان اپاسیتی آشنا هستید و میدونید که میزان قلزت این لایه تصویر رو کم و زیاد میکنه عنوان بعدی دراپ شدو یا در واقع همون سایه اندازیه اگر شما اینجا دقت بکنید من یه سایه دارم دور تا دور تصویرم که میتونم اون سایه رو فاصلش رو بیشتر بکنم نرمتر بکنم و یا اپاسیتیش رو کمتر بکنم با قسمت بادی موشن بلاره موشن بلار اگر تصویر شما حرکت نداشته باشه دیده نمیشه اجازه بدید من یه بار این تصویر رو دیستورت و موشنش رو آف بکنم کراپش رو هم همینطور به طور مثال شما اگر این تصویر رو توی فریمتون جابجا جا بکنید مثلا توی اول اینجا باشه و مثلا توی این فریم اینجا باشه شما همینطور که می بینید الان تصویر من تو حین حرکت یه مقدار تار میشه در واقع موشن بلار داره تار, شده تار شدن در هنگام حرکت داره اگر من این آیکون رو آف بکنم همونطور که شما میبینید این تصویر از بین میره یا با کمتر کردن این بلار میزانش کمتر میشه سمپلز هم میزان دقت موشن بلار هر چقدر بالاتر ببرید موشن بلار زیباتر و تمیزتری خواهید داشت ولی زمان محاسبش هم بیشتر میشه تایم ری مپینگ در واقع تغییرات سرعت شماست که بعدا بیشتر در موردش صحبت میکنیم چون تغییر دادن سرعت کلیپ ممکنه چیزی باشه که شما خیلی بهش نیاز داشته باشید